برنامه خدا، سلام بر شما. به برنامه نگرش خوش آمدید. قرارداد راه لاجورد میان افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان در هفتمین نشست ریکا در ترکمنستان امضا شد. از طرف دیگر نمایندگان پاکستان، هند و ترکمنستان خواهان بهبود روابط تجاری میان کشورهای منطقه شدند و سرتاج عزیز مشاور سیاست خارجی نخست وزیر پاکستان گفت که انتقال کالاها از کالای تجاری افغانستان از مسیر پاکستان به هند هیچ نوع مشکل ندارد. موضوع بحث برنامه شب نگرش همین است. جزئیات بیشتر در گزارش از همکار ما پس از گزارش ادامه برنامه. قرارداد راه لاجورد میان افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان امضا شد. مسیری که راه لاجورد نامگذاری شده، قرار است از مسیر ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان به بحیره سیاه و بعد با گذشتن از ترکیه، افغانستان را با آب‌های آزاد وصل کند. سرپرست وزارت خارجه این قدم را برای بهبود ثبات منطقه سودمند عنوان می‌کند. همایش نشست هفتم همکاری اقتصادی منطقه‌ای در حال برگزار می‌شود که کشورهای منطقه نیازمند امنیت و اقتصاد پایدار هستند. گرد آمدن ما در اینجا می تواند برای رسیدن به این هدف و حل مشکلات در این بخش مؤثر باشد. برای ایجاد سهولت بازرگانی میان افغانستان و پاکستان، صادرات از افغانستان به هند صورت می گیرد و این مسیر باز است. شمار از کالاهای بازرگانی از هند به پاکستان و افغانستان نیاز به مراحل اداری دارد و برای ایجاد سهولت ها در این بخش پاکستان کار می کند. در همین حال نماینده های پاکستان و هند در نشست ریکا نیز به ایجاد سهولت در رشد سرمایه گذاری در منطقه تاکید ورزیدند. پاکستان موانع را در برابر تجارت و ترانزیت افغانستان و هند به وجود آورده است، اما این موانع بیشتر مردمان افغانستان را زیانمند می سازد. از سوی هم هند تلاش دارد تا با فراهم ساختن سهولت های بیشتر برای افغانان برنامه های را عملی سازد. افغانستان همچنان تلاش دارد تا بسترهای سرمایه گذاری را میان ترکمنستان و افغانستان بیشتر سازد. با این حال تعهد ترکمنستان نیز اینجا تأکید می شود. ترکمنستان تلاش هایش را برای صلح و ثبات در افغانستان ادامه خواهد داد تا در این کشور با بهبود وضعیت کنونی زمینه های بهتر رشد فراهم شده و ثبات اقتصادی برقرار شود. ریکا یا سازمان های همکاری های اقتصادی منطقه‌ای در سال 2005 میلادی ایجاد شد. نشست های قبلی این سازمان در کابل، استانبول، دهلی نو و اسلام آباد برگزار شدند. قرارداد راه لاجورد امروز در هفتمین نشست منطقه‌ای ریکا در عشق آباد پایتخت ترکمنستان امضا شد. سلام مجدد به دامین برنامه نگرش خوش آمدید. در این بحث آقای سید مسعود استاد دانشگاه و خانم حبیبه دانش عضو مجلس نمایندگان در بحث با ما هستند. میهمانان گرامی سلام و برنامه خوش آمدید. جناب استاد، بحث میخوایم با شما آغاز کنیم. حالا بیایم بر اهمیت نشست ریکا برای افغانستان. این نشست ریکا یا هفتمین نشست ریکا چی اهمیت برای افغانستان داشت و دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام بر شما، سلام بر بیبی دانش حبیبی، تو حبیبی دانش. خدمت شما عرض شود که عمدتاً حال تمامی کنفرانس ها، اتحادی ها و غیره متاسفانه که بعد از در اخیر قرن 19 و اول قرن 20 و اول قرن 21 در حقیقت سیاسی شده و از سیاست زده شده. همه کشورها به خصوص کشورهای جی 20 که در تقسیم سوم جهان در حقیقت سخت تلاش میکنن، متاسفانه که در اطراف ما قرار دارن زیادتر از این، و اونا به منظور رسیدن به اهداف سیاسیشون، به منظور رسیدن به اهداف اقتصادیشون، تعریف های سیاسی و حرکات سیاسی را انجام میدن. پس سیاست اولویت پیدا کرده از اقتصاد کرد. بله، از این لحاظ هدف اقتصاد، هدف تعیین میکنن اقتصاد به خاطر که خیزش معین را انجام بدن، ولی در مجموع تعریف های سیاسی میکنن و سیاست دروازه را باز میکنن. ما رو ببینیم عمدتاً شانگهای، ریکا، ایکو، سارک، حتی اتحادیه اروپا و آیسان و غیره، هم از اینا چنین کار انجام میدن، حتی برکس که در حقیقت نوع حرکت های بسیار سریع را انجام میدن. از این خاطر ریکا که هشتمین بارش است که دایر میشه و ما هفتمین بارش دایر میشه، و جالب می است که در حقیقت کشورهای منطقه و سازمان ها جمع میشه، اون بخاطر محورش افغانستان است. بزرگترین حرکات و بزرگترین تخریبا و بزرگترین ضررها را
در پاریزی که شاید هم یک اندک مفاد آورده باشه در افغانستان اینا وارد کردن. از پاکستان گرفته تا کشورهای که در آسیای میانه است، تا غرب، تا شرق، تا کشورهای عربی، اینا چنین کار را انجام میتن و در حقیقت در بستر افغانستان اینا میجنگن با یکی دیگر. و جالبی است که در درون ریکا حرفهای بسیار جانانی، بسیار مقبول و رنگارنگ میزنن. مثلا پاکستانی ها میگن که ما حاضر هستیم که در افغانستان همکاری کنن، ثبات سیاسی وجود بیاد، ثبات اقتصادی وجود بیاد، نرم بیاد. این دیگه خب چیز واضحه است که چنین کار انجام میدن اینا و غیره. ولی من خدمت شما عرض میکنم که ولی خالی از مفاد بر افغانستان نبوده. مراد داره که مانند دیگرا که یک باور سیاسی در قصه کنفرانس دارن، ما هم در حقیقت یک نما گام سیاسی را مشاهده میکنیم، گام خوب سیاسی را که در یک بار دیگر افغانستان در یک محور گفتگو و گفتمان منطقوی قرار میگیرن و جانی و در پالوش هم اگر مدیریت درست انجام شوه. حالا سوال هم میاسته، هرگاه ما مدیران درست نداشته باشیم، فکر میکنید که ما استفاده مؤثر از هم چون کنفرانس ها از هم چون نشست ها داشته باشیم؟ یک چیز جناب استاد، من خدمت شما عرض شده که شما خو استاد حقوق و میفهمین که از مکتب بهترتر که در ریکام دتن کشورهای غیر متجانس با هم جمع شدن و این کشورهای غیر متجانس در حقیقت گرایش‌های سیاسی و منطقوی خاص خود دارن. تعداد از اینا به غرب، تعداد از اینا به شرق، تعداد از اینا به روسیه، تعداد از اینا هم به خودشان و تعداد دیگه در داوطلب از این هستن که در حقیقت از خود قمار داشته باشه، مانند هندوستان، مثلا پاکستان و در پالوش خطهای معین سیاسی بسیار خطرناک چون پان ایرانیزم، پان ترکیزم، پان عربیزم و روسیه بیدار شده و با سیاست متمرکز باز چین و هندوستان، پاکستان نو شرمنده در اینجا حرکت میکنن و تلاش میکنن تا از این لقمه، از این جسد لقمه خود بیره و نام افغانستان بگیره. از این لازم شما چیزی که شما اول گفتین ببینین که در می اول هم پاکستانی ها حرفای خود میزنن ولی ما میفهمیم که چین حرفای نتیجه نمیده. همون طوره که همه میگن سیاست های اعلامی و سیاست های مالی شان متفاوت از اقوال افغانستان. تشکر خان دانش. حالا در هفتمین نشست ریکا افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان اینا آمدن بالاخره قرارداد راه لاجورد عقد کردن. بیایم بر اهمیت ازیرا حکومت دولت افغانستان و افغانستان از استفاده راه لاجورد چقدر میتونه اقتصاد خود به پا ساده کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما به من فرصت دادیم. سلام عرض دارم خدمت بینده های عزیز، با استاد گرام القدر و شما که من وقت دادیم. از بحث نفس یک طرف میگذاریم، میم روی تدبیری از که بدون شک نفس موجودیت افغانستان در اوجا گام مثبت هست، اما مرا به یاد می از استراتژی نظامی اوباما در قبال افغانستان که زمانی که افغانستان استراتژی در نظر گرفته بودند بیشترین حمایت باید اول پاکستان بعد ایران داشته باشه، مشروط به این شرط. این هم کسایی که قسمی که استاد اشاره کردن، کسایی که در اوجا بحث میکنن، صحبت میکنن، در حقیقت اعضای و مجلس هستن، اونا علایق و سلیقه های مشخص خود دارن، اونا در حقیقت خط و مرز خود دارن، اونا در حقیقت هر کس منافع استراتژیک خود داره، با در نظر داشتی اون همه سلیقه ها و مسائلی که مواردی که اشاره شد اگر ما در نظر بگیریم، من خیلی مطمئن نیستم. ولی اگر قرار به این باشه که اگر مدیریت قسمی که استاد گفتن که مدیریت و رهبری بهتر شود، که یکی از طرح‌های عظیم در رهبری افغانستان هم میتونه بود هست، اگر ما در نظر بگیریم از لحاظ نفع افغانستان محصور مهاد به خشکه هست، ای افغانستان با آب‌های آزاد میرسانه که به اروپا و طرف هم آسیای میانه و از لحاظ اقتصادی افغانستان بسیار نفع میبره. اگر این واقعا هرگاه مدیریت سالم در افغانستان روی کار بیاد، اگر مدیریتی سالم و اگر کشورهایی که اینا اینمی موضوع را دچار چالش نسازه، ما چقدر مطمئن هستیم که ایران و روس ما را همکاری میکنند در تطبیق این طرح؟ چقدر ما مطمئن هستیم؟ کشورهای دیگر ما چقدر مطمئن هستیم که این حتما تطبیق می شود؟ بنابراین اگر افغانستان در یک قسمت اگر مدیریت سالم باشه، اگر حمایتی اگر در سیاست که صداقت وجود نداره نفع وجود داره، اگر دیگر کشورها خود در این نفع اگر قسمان اگر بخواهن اگر حمایت بکنن، پس هر کشور باید منافع خود دو ببینه که بعد از او وارد عمل شود. حالا در این نشست ریکا و
افغانستان، فکر میکنید که کشورهای منطقه بیاید و منافع خود ببیند و با افغانستان واقعا اون چیزی که شما گفتین همکاری کنه یا خیر؟ با توجه به شرایط و با وابستگی افغانستان با غربی ها، اساسا کشورها هر کس در هر کس منفعت استراتژیک خود میخواهد. هیچ کس در سیاست عاطفه به کسی بکنه و اینکه دلش به کشور دیگری بسوزه، اگر قرار می بود دلش به کشور دیگری میسوز به برما میسوخت استاد، به برما میسوخت و میانمار، که هیچ یک از کشورهای اسلامی به غرض یکی دو کشور دیگر صدا نکشید. من به همین دلیل میگم که هر کشور اگر دری بیشترین نفع خود میبینه، او آماده میشه برای منافع اقتصادی خود، بیشترین نفع خود میبینه. اگر باز هم نفع خود در او کمتر میبینه با این که افغانستان من حیث یک کشوری که برای خود رقیب فکر میکنه نفع در افغانستان بیشتر باشه، با دید ما که او عقب نشینی میکنه. بنان ما خوب است اگر این رهبری درست شود، مدیریت درست شود، اگر حمایت صادقانه کشورهای زینف داشته باشه، تطبیق شوه که افغانستان از لحاظ اقتصادی خیلی استفاده میکنه، با آبهای آزادی را میبرسانه، با این طرف هم ترکیه، او طرف هم با اروپا، کشورهای اروپایی، طرف هم بالاخره با هند و پاکستان، با کشورهای آسیای میانه، با تا با تاجیکستان و با تمام کشورها میتونه افغانستان یک دستی باز بره. از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اقتصادی هم یک باری که یک کامیونی که قسمی که من عضوی کمیسیون اقتصاد هستم، وقتی که کامیون از بندر کراچی به افغانستان میاد، 14 روز در بر میگرفته و یک کامیون روش $5,000 مصرف میشده، در حالی که این نسبت به اینکه افغانستان خطی آهن هم داره، ضرورت است که افغانستان و یک بحث دیگه عزیز که اگری به صورت درست رهبری شوه و تطبیق و عملی شوه، باید افغانستان در درون خود باید خطوط یا هنه باید داشته باشه که یک عالم پول کار داره. پس سرمایه‌گذاری بنیادین در افغانستان همچنان باید صورت بگیره. در یک کامیون از طریق لایراجبر 3200 افغانی میافتیده. به این معنی که از لحاظ دلار، به این لحاظ، به این حساب، از لحاظ اقتصادی افغانستان بسیار خوب فایده میکنه. اگری که افغانستان و کشورهای دیگر در این قسمت همکاری بکنه. بنده های عزیز وقفه داریم، پس از وقفه برنامه نگرش همچنان ادامه دارد. سرپرست وزارت خارجه کشور در این مراسم همگرایی در میان کشورهای منطقه را برای رشد ثبات سودمند عنوان کرد. سلام مجدد، به ادامه برنامه نگرش خوش آمدید. جناب استاد، بیم مزیت های راه لاجورد برای افغانستان شما بگویید. کدام ها است؟ خدمت شما هست شوید که عمدتاً از لحاظ مدیریتی و از لحاظ اقتصادی ما عمدتاً دو محیط هم میشناسیم. یکی محیط خارجی را که بنا اکسترنال انوارمنت میگن و دیگه شم که انترنال انوارمنت، که ای از لحاظ مدیریت و از لحاظ اقتصاد فوق‌العاده زیاد است. عمدتاً ما در این مورد، در موردهای دیگه نیه که برعکس است، در موردهای دیگه محیط داخلی ما کاملا وابسته به محیط خارجی است، برای اینکه ستون ساخته شدگی است و بدون مداخله پاکستان و هند و ایران و روسیه و آمریکا و چین ما حرکت نمیتونیم. در حقیقت تولیدی نیستیم. بله، اونا حرکت خود را انجام میدن و قرار که جناب وکیل گفتن تعریفات استراتژیک معین به اساس منافع ملی خود از اونا تعریف شده در افغانستان. بله. و در حقیقت تچ استراتژی ها در حقیقت باج شما میتیم که در حقیقت خرابی ما است. ولی در این مورد، در مورد خط لاجورد، یک گپ دیگه وجود داره که قرار که ما کار میکنیم، محیط خارجی مساعد است و محیط داخلی متاسفانه مساعد نشده. به این معنا که خارجی ها به منظور رسیدن به اهدافشان در جنوب آسیا و رسیدن کالاهایشان و پروداکتشان در پاکستان و از پاکستان به رسیدن به هندستان و به خصوص به خلیج بحر هند و خلیج فارس که زیادتر نزدیکتر از او است، اونو در حقیقت خط آهن از کسپیان میگذرانن به پیش ما میارن و ما ببریم در ترکیه به مدیترانه برسانیمش و از مدیترانه بیای به ما، که تقریبا 33 کشور میتونن با ما وصل کنن در توسط می که نوع حرکت های خط ابریشم واره نشان میده. ولی متاسفانه در درون افغانستان نسبت خوب امنیت که اینا بهانه میکنن، نسبت عدم یا مدیریت بسیار قوی و مصمم بودن بسیار کلانش، متاسفانه که وده پالویش هم استفاده از تیوری فقیرسازی همسایه پاکستان که در خط فوق‌العاده تلاش میکنه که افغانستان چنین بمانه و هیچ که پیش نره، در جایی که خط لاجورد پای در افغانستان حرکت کنه، در اونجا جنگ آغاز میشه. مانند که خط ابریشم هم موقعی که حرکت میدادیم،
مجرد که ما خط ابریشم حرکت دادیم، ما جنگ در بادغیس، در قندوز، در مزار، در بدخشان، در و حتی در جوجان و فاریاب دیدیم. خطی که کاملا میرفت کارامترین مناطق ما که در حقیقت میتونست که کارش شوه، اون به خاطر از اینکه این خط ابریشم از بالای عمو هم حرکت میکرد، میرفت به سینکیانگ، از سینکیانگ به گوادر تا میشد، میفتن که خط تغییر بده و نباید چین کار انجام بده. ولی حالا بگویم که در کل دید منطقه و دید فراتر از منطقه، قدرت‌های فراتر از منطقه در قبال افغانستان و کشورهای منطقه این گونه است که باید این کشورهای منطقه با هم پیوست نشوند. یک چیز بسیار بد وجود داره که یک وقت تا سالهای 2000 رفتم اندیشه موجود شد که قدرت‌های منطقه با قدرت‌های بین‌المللی به منظور رسیدن به یک منفعت مشترک با هم که همکاری میکنن. یعنی معنا داره که او شعار قرن 21 که هیچ دوست دائمی و هیچ دشمن دائمی مگر منفعت دائمی وجود نداره تطبیق میکنن. ولی بعد از اینکه آقای ترامپ میاد و قبل از او و به خصوص حکومت وحدت ملی که میاین، پاکستانی ها در حقیقت در گنزوا قرار میگیرن و جنگ منطقه و جنگ قوات های بین المللی صورت میگیره. پاکستان از این بغل علاقمندی ندارن که در حقیقت کسی در اینجا باشه. ایرانی ها در حقیقت افغانستان منسی یک سایه حیاتی خودشان و سایه اگر خارجی به ابدانی بجنگن، چینایی ها به خاطر از اینکه هندوستان اینجا نبی حرکت نکنه، هندی ها به خاطر که پاکستان اینجا آماده نشه، روس ها به خاطر از اینکه آمریکا را یک زنجیر پرته و در حقیقت انتقام خود از اینا بیرنده اون در افغانستان و جنگ ویتنام دوباره سرش تکرار کنه، این در حقیقت افغانستان بازم باجده است. از این لحاظ من فکر میکنم که داشته با چند لحظه پیش گفتن که محیط خارجی مساعد است، هر گونه محیط خارجی مساعد است، پس این رقابت هایی که شما محیط خارجی از آنها بله محیط خارجی ختم مهم است. مراد داره که خط آمده، ولی ما وقتی که ما محیط خارجی رو میگیم در اینجا یک بازی بازیگر کار داریم. مراد داره که شرایط قسمی آمده که ما باید نباید به صورت افراطی به چپ، نباید افراطی به راست و شمال و جنوب بچسبیم. متاسفانه که اگر شما توجه کشین 2001-2005 کاملا با خود با آمریکا بودیم و با غرب. از 2005 تا 2014 آمدیم به منطقه، آمدیم همسویی همگرایی منطقوی را کار گرفتیم که کاملا زد شد و آمریکایی‌ها و ما باختیم چیزایی خود. اما اصل سیاسی جناب استاد این گونه است که هر یک کشور ضعیف و کوچک میخواهد به بقای سیاسی خود ادامه بدهد، نیاز دارد که با یکی از قدرت‌های بسیار بزرگ روابط بسیار گسترده داشته باشد. چیزی که شما درس ها میتونید به خیلی من فکر میکنم در جیوکنومی که چیزی بسیار دو تا آدم بسیار قوی است. یکی مکندر بسیار قوی است در قسمت جیوکنومیکس ولی آتلان که میگن، و دیگه هم روتسل که در حقیقت او فضای حیاتی رو مطرح میکنه. نه. امروز متاسفانه نظریات روتسل که یک قوت بسیار بزرگ حق داره که به منظور بقای خودش سایه حیاتی رو پیدا کنه و آمده در منطقه ما، شما قبول کنید نکنین، یکی از این قدرت ها عبارت از پاکستانی ها است، یک قدرت ایرانی است، یک قدرت هندی است، یک قدرت چینی است و روس ها است. اینا میخواین که مانند از اینکه درخت کلان که میشه سایه کلانتر ریشه میدونه و سایه کلان به خاطر بقایش است، اینا به خاطر بقا حرکت میکنن. و جانب دیگه اگر شما توجه کرده باشین در قسمت میکندر، ما میکندر میگه که جزر نمای جهانی عبارت از نمو یوریشیا است. ولی یوریشیا بعض وقت در آمده در خلیج فارس و بحیر احمر و بعض وقت رفته در مدیترانه، ولی حالا دوباره یوریشیا آمده به جزیره نمای جهانی به یوریشیا آمده و این جزیره نمای به گفته میکندر دروازه ازی آسانترین دروازه دروازه افغانستان است که ایندیا از طریق چابهار میان، پاکستانی ها از طریق کراچی حرکت میکنن، چینی ها از طریق رای ابریشم به تاجیکستان میخواد داخل شوه و اروپایی ها میخوان از طریق اوکراین و دوگپا بیان که روسا نمیمونه یا رزی لازم است که در اطراف جزیره یوریشا جنگ آغاز شده. ایرانی ها بسیار ضربه دیدن از خاطر یوریشا در داخل شدنش، افغان ها بسیار ضربه میبینن، اوکراینی ها تکت تکه هستن و در حقیقت دوستان های مانه که کسی ایسو حرکت بکنه و چینایی ها هم تکت ثباتشان خراب شده که حالا سینکیانگ این گپ هست. تشکر جناب استاد. خانم دانش، بیایم به دیدگاه نمایندگان پاکستان، هند و ترکمنستان که اینا در هفتمین نشست ریکا اشتراک کردن، گفتن خواهان بهبود روابط تجاری کشورهای منطقه شدن. حالا چه زمان این شعار به عمل پیاده خواهد شد؟ فاخی همکاری کشورهای منطقه به وجود خواهد آمد؟ بیشتر اشاره کردیم که هر کشور منافع استراتژیک خود تعقیب میکنه،
و میبینن که میزان نفع از یا چقدر است، از این چقدر سود میبرن و چقدر افغانستان میتونه که از این سود ببره. این میزانم این میرم به پیمانه میگیرن در کل میگیرن. در کل میخوایم همکاری کشورها را در نظر ما صحبت میکنیم. در قسمت همکاری کشورها بدون شک اگر هر یک از یا اگر گامی رو بگذارن مثبت در عرصه که البته اگر افغانستان اگر ما بحث امنیت هم در نظر بگیریم پاکستان افغانستان اول خواست اگر فراموش نکرده باشیم که مسعود بزرگ گفته بود که این آتش ره که پاکستان و امریکا را گفته بود که زده دامه یک روز دامن خودم میگیره و فروخته در افغانستان یک روز دامن خودشان هم میگیره. این رقم هم اگر اینها در این عرصه حمایت اگر حمایت بکنن به خودشان به خیر خودشان هم است. یکی چقدر در این قسمت صداقت دارن ندارن و چقدر همکاری های منطقی را میخواهن نمیخواهن. در صحبت های اول هم شما اشاره کردین که در قسمت گفته که در انتقال کالاها از افغانستان به کشورهای دیگر ما مشکل نداریم، فقط از ایران از هند گفته که ما مشکلات اداری داریم. ما قطعاً هر موضوعی را که اینا بحث میکنن اگر در او درصد بالای منفعت نداشته باشن ما صداقت اینا را ما به شک میبینیم. به دلیل از اینکه شما استاد از جریان هستین که زمانی که موضوع پیمان استراتژیک افغانستان با امریکا مطرح شد، توافقنامه استراتژیک مطرح شد، ایران عاجل بندر چی را بسته کردن و امو سال چقدر سردی ما داشتیم که مواد احتراقی و تیل و اینا را بند کردن و به معینی وقت پاکستان راه را بند کردن که تاجرای ما بسیار زیاد میلیون ها دلار نقص کردن. ما با باور ما است که اینا باز هم اینا دنبال همکاری های منطقوی هم نمیگردن. دقیق بر اساس منافع خود می تصمیم میگیره. سیاست خارجی ستاره منافع ملی ستاره رهنمای سیاست خارجی است. با توجه به این طریق من در این نقطه یک موضوع دارم. چه زمان ما میتونیم همکاری منطقه‌ای را واقعا از دید ما از باور ما است که افغانستان در سیاست گذاری های خود خصوصا در از طریق مراجع دیپلماتیک منافع استراتژیکی کشورهایی که میخواهند در افغانستان یعنی با نفوذتر هستند در افغانستان اونها را توأم با منافع ملی افغانستان کت بکنن یا پیش ببرن. زمانی که منفعت ملی افغانستان با منافع استراتژیکی اونا ما بخوایم نخوایم امریکا در افغانستان امروز یک کشور قدرتمند خب حالا منافع استراتژیک پاکستان در افغانستان مشخص است. من یک موضوع تعداد از منافع استراتژیک پاکستان در تضاد با منافع ملی افغانستان است. خب پس باید افغانستان منافع ملی خود در هماهنگی با منافع استراتژیک پاکستان ترویج کنه. من یک موضوع چی دارم مثلا در اوایل وقتی که رئیس جمهور غنی گفتن که بحث تاپیر مطرح کردن پروژه یاره ببینین این اول موضوع از ترکمنستان که میامد گاز بود فکر میکنم تاپی بود یا تاپی بود یا این اول یک بخشی بسیار فیصدی کلانتری پاکستان نسبت به افغانستان چی میکنه استفاده میکنه. خب فلسفه شما این است که باید از طریق افغانستان برای بله پاکستان انتقال داده شد. ما اول پروژه هایی را داشته باشیم که مثلا دستی پاکستان در حقیقت امیر رقمی که ما ماجرین ما در اوجه دستی ما زیر سنگ است اونا هم به نحوی دستان زیر سنگ باشه. به این معنا که ما بتوانیم اونا را در بعضی پروژه ها بگیریم که اونا منفعت خود دایی ببینن. موضوع قضیه ابریشم استاد اشاره کردن اول ما در بخشی بدخشان ما هیچ مشکل نداشتیم قطعا نداشتیم. جنگ یک دفعه آغاز شد یک دفعه. باور ما است که اگر ما بحث پروژه های کلانه که اونا پای خودشان دایی دخیل باشن دیگه اونا به خاطر منفعتشان پیش نمیبرن. تشکر خانم دانش بینده عزیز وقفه داریم. پس از وقفه برنامه همچنان ادامه دارد. نمایندگان پاکستان، هند و ترکمنستان به بهبود رابطه تجارتی میان کشورهای منطقه تاکید ورزیدند. سلام مجدد به دائم برنامه نگرش خوش آمدید. جناب استاد، خب بیم بر آجنده و پالیسی منطقه افغانستان. یا افغانستان پالیسی اقتصادی منطقه دارد که ما بریم به اساس از او در کنفرانس ها اشتراک کنیم و منافع اقتصادی و منافع ملی افغانستان حفظ کنیم؟ یکی از دغدغه هایی که تمامی استادا و کسایی که میفهمند از تعداد از وکیل صاحب ها جمله جناب دانش ویو عدم موجودیت یک تعریف منطقوی منافع ملی افغانستان و
روشن کردن او موقف های جیو اکنومیک، جیو استراتژیک و جیو اکنومیک پولیتیک است. عمدتا در کل دنیا موقعی که یک کشور میتونه که در حقیقت حرکات منافع ملی خود تبارز به تواور ترسیم کنه، یک نوع هماهنگی بین جیو اکنومیک، جیو پولیتیک و جیو استراتژیک وجود میاره. برای اینکه هر کدامی از این دارای ملفه های خودشان است و این ملفه های خودشان در حقیقت میتونه به وجود بیاره. چرا؟ به خاطر از این شما استراتژی ایجاد میکنین و وقتی که استراتژی ایجاد کردین، استراتژی خود شما در درون وقتی که شما ایجاد میکنین، راهبرد ایجاد میکنین، این تنها از لحاظ اقتصاد ملی بحث نمیشه، بلکه این تاچ میکنه با اقتصاد منطقوی، تاچ میکنه با اقتصاد بین المللی و باید در صورت میتونه که بسیار موفق شوه که هماهنگی را به وجود بیاره بین اعظمی منطقه و دنیا. از این متاسفانه که یک بار در زمان آقای اسپانتا که او در سر نرسید، تلاش صورت گرفت که در حقیقت نوع پالیسی منطقوی ایجاد شوه، ولی با پالیسی منطقوی ما هیچ موافق نبودم، همیال موافق به او نیستم که اونا ایجاد کردن. ما شورای امنیت ملی را در وقت خودشان بودن هم اول روی کردیم و حال هم برای جرمت مصر میگم اگر بفهمن یا بشنون که ما مجبوراً باید منافع اقتصادی خود ما را در پاکستان، ایران، چین، هند، روسیه و آمریکا باید بسنجیم. اما فکر نمیکنید ما زمان منافع خود در این کشورها میتونیم تعیین کنیم یا بسنجیم که ما منافع ملی را دقیقاً یا سیاست خارجی خود را سیاست خارجی مدون داشته باشیم؟ وقتی در سیاست خارجی مدون همه چیز مشخص است. خود درست است که ما داشته باشیم، ولی باز تعداد سیاست خارجی مدون هم اندیشه مطرح است. معنا داره که باید ما اندیش مردان خوده و کسایی که در حقیقت فکر میکنن و خانه فکر باید حرکت بتیم تا این فکر ما در حقیقت بستر اساسی حرکات بعدی ما شد. متاسفانه ما حرکت های اکسل عملی انجام میتیم و این حرکت های اکسل عملی به اساس انانات و سنات سوار است. مثلا ما خط دیویرن داریم و ما بسیار مردم بسیار قوی هستیم، ما شمشیر زن هستیم، بسیار نفرها را از بین بردیم، کشتیم دو گپا، هر کسی هم حمله کرده با موضوع در خاک و مالیده میلی قمی هسته، ولی ما مشخص نمیفهمیم که باید ما چی کنیم. در بعض موارد حرکت دشمنانه باعث از بین بردن منافع ملی ما میشه، در بعض موارد بسیاری موارد خاموش بودن منافع ملی ما را و در حقیقت تمثیل میکنه. هندی ها در حقیقت یک چیز گرفتن از انگلیس ها موقعی که جنگیدن. بدبختانه که تمامی جنبش افغانستان یک طرفه است، ما تنها می جنگیم موقعی که دشمن بیرون میکنیم، وقتی ما مفتیم ضعیفتر از دشمن هستیم و کسی دیگه ما را آرام میگیره. هندی ها هم میزدن و هم منافع هم ارزش ها را میگرفتن، مثلا قانون انگلیس را گرفتن، خط آهن انگلیس را گرفتن، زبانش را گرفتن، بعد پاریس به این بساسی بستر خود ایجاد کردن و در حقیقت حال هشتمین قدرت دنیا تبدیل شد. افغانستان با هندستان اگر مقایسه کنیم استاد قدر منطق قوی نخواهد داشت، چون افغانستان بالاخره قربانی دو تا قدرت در طول تاریخ بوده، اما هندستان یا هند همواره زیر استعمار یک کشور یا یک قدرت بوده. یک چیز متوجه باشین که یک کس به نام ریکاردو که در حقیقت دومین رهبر لیبرالیسم دنیا است، او نشان میکنه که هندی ها یک کشوری هستند که مردمش فاقد ابتکار و فاقد یک عمل اندیشه نو است، لذا همیشه تحت استعمار بودند. گاندی مخالف ازش شد، گفت ما میتونیم که چنین کار را انجام بدیم. برای اینکه اونا میگفتن که هندی ها در طول 5000 تاریخ خود 4500 سال در زیر سلطه استعمار بودن، ترا 500 سال اینا حکومت کردن، لذا ما نمیتونیم که حکومت کنیم، ایتو نمیتونن اینا، ولی گاندی گفت ما میتونیم. چرا؟ از اندیشه آغاز کرد. شما اگه توجه کردید همین لحظه تمامی پرابلمی که ما داریم از عدم دانستن منافع خود ما و داشتن یک فکر روشن و بلند. مثلا همین لحظه شما فکر کنین که سه چهار تا که آدم میفهمن، یک هزاره، یک ازبک، یک تاجیک، یک سعید با یک دم میشن خنده میکنن، مذاق میکنن و در خط این دانش رو نشان میده، در حال که ما در درون افغانستان اول در معزله چنین جاست که ما تبال ملت نشدیم. ما در صورت اول خود ملت شویم که باز تعریف این ملت انجام از منافع ملی است. بله، خب منافع ملی رو تعریفی که من یک وقت زیاد تلاش کردم منافع ملی تعریف کنم، باز تعریف شما کردم، امور خوشم دارم میگم که منافع ملی عبارت از تمامی ارزش های مندرج در قانون اساسی است. این منافع ملی شد از ما، این تعریف افغانی است که خودم تعریف کردیم، ما که نشه که بوی کرنس تعریف کرده کسی، این تمامی ارزش هایی که در خود در قانون اساسی مندرج قانون اساسی از ارزش های ما است. لذا چیزی که واسه اگر ما به اساس اوز کار کنیم، ما منافع خیلی ملی پیدا میکنیم، تعریف که در پاکستان و در ایران و در ایام انجام میدیم، ولی متاسفانه که نمیکنن. تشکر خانم دانش. رئیس جمهور افغانستان یک وقت وعده کرده بود که افغانستان را به چارای منطقه ای مبدل میکنه. خب حالا بدون امنیت امکان دارد که ما بیایم افغانستان را به چارای ترانزیت منطقه ای مبدل کنیم و پروژه های اقتصادی را در افغانستان عملی کنیم؟
معلوم دار است که بدون امنیت هیچ چیزی نمیتونه پس همه چیز در حد شعار باقی مانده؟ من نمیگم که در حد شعار باقی مانده. باری اولی که در اینا رئیس انتخابی شدن در افغانستان تقریبا زون شمال شرق ما وکلا را خواستن رئیس جمهور به ارتباط موضوع پروژه جاده ابریشم بحث کردن که من گفتن یک بخش کارا را هماهنگی کردم. شما خود میدونین که افغانستان راهی بسیار باز و کلانی با بعضی کشورهایی که خیلی با نفوذ هم هستن افراطیون داخل افغانستان انتقال میتن. اینا همه ما شما معلوم است کدام کشور است. اینا عاجل قسمی که استادم پیشتر اشاره کردن عاجل همون نقاطی که باید این پروژه تطبیق میشد آماج حملات ضعف در ماست که نتونست امنیت تامین کنه در معلومات که پروژه تطبیق میشه. ببینین این ما افغانستان اگر ما از دید باوری ما ای است که افغانستان امکانات و تجهیزات لازمی را که باید داشته باشه از لحاظ استخباراتی نداره متاسفانه. ضعف داره. نمو ضعف ما نیست. ای در حقیقت اتکای ببینین هر کشوری که بیشترین اتکای اقتصادی را داره اتکای سیاسی را میتونه داشته باشه. افغانستان وابستگی داره. در حقیقت میشه که وابستگی گفت ولی ما هدف ما ایست که افغانستان با او مرزهای بسیار بازی که با بعضی کشورها داره و نمیتونه او را کنترل بکنه. اول پاکستان سالانه یا ماهانه به میلیون ها دلار از پاکستان از امریکا میگیره به خاطر اینکه به خاطر سطر سرحدات و شما در جریان هستین که از این طریق هم به همین تحت امینا هم تنبیل شد. اون برنامه رئیس جمهور به خاطر چهار ساختن اقتصادی چهار ساختن افغانستان چهار ساختن این طبعا بدون امنیت امکان دارد که ما بیایم بدون امنیت که بدون شک امکان نداره. ولی دولت افغانستان تلاش های خود کرده در یک قسمت امی بوده که بعضی از پروژه ها را روی دست گرفته که در حقیقت پای بعضی کشورهایی که زیده اخل هستند در نام ساختن افغانستان پای اونا و منفعت اونا در یک کشانیده شده و همیست که منفعت اونا دخیل در لاجوردم جز از اون پروژه های هسته کل افغانستان پیش برده بدون شک رای لاجوردم اما ضعف مدیریت ببینین رای بعضی از پروژه‌هایی که رئیس جمهور روی دست گرفتن پای بعضی کشورهایی که زیادترین ناامن سازی را در افغانستان نقش داره او در اوجا دخیل است به خاطر اینکه منفعت اونا در دخیل است به خاطر اینکه بتوانه اونا هم در دخیل باشن و اونا هم منفعت خود در اینجا ببینن به همین خاطر اونا در حقیقت فرصت بتن افغانستان ولی افغانستان در حقیقت دچار یک معضله است. افغانستان خود یک جنگ تنها خود افغانا نیست یعنی بسیاری کشورهای قدرتمند و کشورهای همسایه است. بیشتر یک موضوع را استاد اشاره کردن که بعض کشورها نمیخواین که افغانستان هم دارای یک ثبات شه به خاطر اینکه بازار مصرفی برای خودشان شوه به خاطر اینکه یک دهلیز برای خودشان باشه. به همین دلیل به باور من بعضی از پروژه های روی دست که دولت افغانستان روی دست گرفته بعضی پروژه ها اگر در ای اگر یک مدیریتی بهتر صورت بگیره به باور من بعضی کشورهایی که در مدیریت داره از لحاظ بند نظری ما در قسمت مدیریت افغانستان داره گام هایی را میپیمایه که نسبت به گذشته ها بسیار به طرف خوب میره. در گذشته ها ما بسیار مشکلات زیاد خود داشتیم اما الان با وجودی هم که دارین نظر به گذشته ها بهتر شده. از این لحاظ عزیز وقفه داریم پس از وقفه برنامه رو چنان مسیری که راه لاجورد نامگذاری شده قرار است از مسیر ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان با بحیره سیاه و بعد با گذشتن از ترکیه افغانستان را به آبهای آزاد وصل کند. سلام مجدد به ادامه این برنامه نگرش خوش آمدید. جناب استاد بین بر صحبت کنید که چگونه میتونیم افغانستانه که وابسته است از لحاظ اقتصادی این ما بیرون بسازیم بیرون کنیم از وابستگی تا حداقل ما پس از این بتانیم به ثبات و رفاه برسیم. خوب یک سوالی که تقریبا ناممکن نیست ولی بسیار مشکل است برای که ما یک مرتکب اشتباهات استراتژیک شدیم. تمامی فرصت ها را به چالش تبدیل کردیم و او فرصت های طلایی که به وجود آمد که ما میتونستیم چنین کار انجام بدیم فقط با یک بازی های شبانه تفلانه تعداد از سیاستمدار ما به زمین خورد و فعلا ما در حالت هستیم که خاطر نبود باز هم منتظر ازی هستیم که تعداد کشورها به ما را گداگونه ما را پول بده تا ما شما را انجام بدن. بسیار جالب است یک تریلیون دلار که ما حساب کردیم مارکت واش 3 تریلیون دلار به کشور آمده
و تنها 144 میلیارد دلار تنها به ملکی مصرف کردن. اگر ما سی تا ولایت بگیریم و ایره سی میلیارد دلار بالای از خرش میکردیم، مثلا بالای تخار شما 30 میلیارد دلار خرش میکردیم، تخار چی میگشت؟ از این لحاظ ما نمیخوی ایره یک من میگم که میتونیم خوب اگر من کار کنیم برای زی که خوشبینانه فکر کنم، ولی اکسی متوجه باشین که افغانستان هم بعضی مجبوریت ها داره. یعنی ما در درون مجبوریت ها در قد سپا میزنیم، وابستگی افغانستان با قدرت هم در خنی یکی از اون مجبوریت هاست، یک مجبوریت های بسیار محکم. حتی شما بینید در یک کشوری که پایگاه نظامی یک کشوری باشه، در کشوری که امنیت یک کشور به کشور دیگه وابسته باشه، در کشوری که کمر پول از کشور یک پول کشور دیگه بسته کنه، در کشوری که تمامی خرچ اردوی یک کشور یک کشور دیگه بده، در کشوری که محیط اطرافش اختار بده که متوجه باشین من جهاز می غرض نگیرین نیره نه. از این لحاظ به نظر من این تو یک بیهوده خونه تا اندازه مشکل میکنم بویه که همین مدیریت داخلی یک کار را انجام بده، به خاطر که ما مجبوریت خود داریم و در این مجبوریت ها باید ایران مداخله بکنه، برای اینکه در حقیقت وقتی که دشمن ایران در افغانستان باشه ایران چگونه مداخله میکنه؟ باید پاکستان مداخله بکنه، برای اینکه آمریکا میگه که منافع ملیشان از افغانستان باید مداخله بکنه، برای اینکه پاکستانی ها در اینجا کار میکنن، باید چین و روسیه نگران باشه برای اینکه چگونه توریسم میه. و جانب دیگه موقعی که تا هنوز معلوم نیست که آیا تروریست ها و داعش و طالب و گپا خودجوش است در درون افغانستان، با یک جنبش خودجوش اسلامی در مقابل دولت افغانستان است، یا یک ستون است که ایجاد شده و میان و منافع مشخص یک کشور دیگری در افغانستان مطرح میکنه، شاید هم برای رفتن به جای دیگه و دلیل ساختن در اون جای. به نظر من حتی من بعض وقت دلم سر آقای غنی و سر دکتر عبدالله میسوزه که اینمیا ناق قلمغالق میکنن، ولی کلید به پیشکست دیگه است و سیاست خارجی چیز دیگه است. از این خاطر من میگم که ما دارای استقلال هستیم و دارای آزادی نیستیم. استقلال بدون آزادی یک ستون میانتی و خالی است. آزادی در حقیقت آزادی و پالیسی های خارجی است که شما تعیین میکنید که با کی چی بین حرکت میکنید و چطور حرکت کنید و با کی ارتباط میگیرید. امروز که مو شش سوال جواب میدین چی چرا کی کی چطور کجا، این شش سوال که جواب دادن ندانی مانند که استقلال در رقم امیر ول استعمال ما. من فکر میکنم بهتر است نام افغانستان امارت اسلامی افغانستان برگردیم به امارت طالبان. بله نه امارت طالبان و امارت طالبان هم تو بود در حقیقت یک استقلالیت داخلی کامل داشتن اما... و در بیرون باید پاکستانی ها باید عربا و یا کار میکرد. خانم دانش بیم جند بندی بحث با شما کنیم. بالا اقتصاد شکسته، سیاست شکسته و مشکلات دیگر، بیم شما تا این حل سیاسی چه بگوین؟ چگونه امکان دارد که از این وضعیت ما بیرون شیم؟ از دید ما در کوتاه مدت هم مگر نه در دراز مدت، از دید ما با باوری ما افغانستان بیشتر موضوعی که صد اشاره کردن یک چیز یادم اومد که روس آماده شد که یک تعداد یک بخش یک مقدار یعنی چند تا هلیکوپتر به افغانستان بده. بله امرو یک چند سلاح اینا امریکا گفت که اگر افغانستان گفت که اگر میگیری ما پلیس و اردو رو پولش دیگه برد نمیتم اوتومات اینا هم بند کردن. او قدر هم نیست که افغانستان بلکل آزادی نداشته باشه از لحاظ سیاست خارجیش. همین مثال رو در چند لحظه پیش شما گفتیم در تضاد با حرف کنونی شما نیست. یک دقیقه صبر کنیم دب شما را گرفت من اجازه باشم. روسیه میخواست برای افغانستان هلیکوپتر بده با سلاح ولی ایالات متحده امریکا مداخله کرد، اما شما میگن که باز هم مقدم اجازه بتین من خودم میخوام که امیگه پی خودم میخوام گم بدم تشریح کنم. ای قدرم نیست میگم در حالی که ای گپ صورت گرفت، ولی فراموش نکرده باشیم که یک وقت روسیه کوزوو بود یک از کشورهای دیگر بود که آزادی میخواست، نمیفهم کدام کشور بود و بار برای افغانستان تقاضا کرد که امیر به رسمیت نشناس. اولین کسی هم که افغانستان به رسمیت شناخت، اولین کشوری که به رسمیت شناخت افغانستان بود. یک کشور از لحاظ سیاسی از لحاظ اقتصادی شکسته و افتیده ضرورت داره که بی‌طرف نباشه، در جناح یک کشور قدرتمند باید این اصل سیاسیش همین است. بله و به خاطر از اینکه امیال خود عربستان اگر ما ببینیم در خود پایگاه امریکا در اوج الان حضور داره، قطر، امریکا، پاکستان خودش
یعنی ما بی‌طرفانه سیاسی را برای مشکل کمی افغانستان شما راه کنم. امیگر بخواد خلاصه کنم. من میخوام ختم بتم میخوام کنم. من میخوام بگم که افغانستان با این وضعیتی که داره نمیتونه که کاملا خود مختارانه عمل بکنه، بیایه مثلا روابط خارجی خود به آنچه که دل خودش هست بکنه. یعنی یک نوع استقلال درونی، یعنی آزادی در عمل کرده افغانستان، در عمل کرده سیاست خارجیش افغانستان، به نظر من یک کشور کشورهایی میکنه که متکی به خود باشه. افغانستانی که نفت نداره بگیم دیگه، اگر منابع داره خوب یک مقدار پولی بسیار کلان ضرورت است که باید کشف برای استخراج از اصولی استخراج شود. در غیر از خود ما داریم میبینیم که از هر کدامش بسیار غیر مثل که بزدان میندزی میکنن، همونطور نیست استاد؟ پس این یک است از بابت از دیدی ما ایست که باید با یک کشور قدرتمند در کنارش استاد باشه و ایالات متحده و سلیقه های از او را در نظر بگیره، سیاست از او را در نظر بگیره. ما تا چند وقت پیش که منابع اینی معادن افغانستان وقتی که ما بیدینگ میکردن و داوطلبانه یا کارش هم میکردن، کارش به لندن میشد، به افغانستان نمیشد. تشکر خانم دانش فرصت تمامه. از دید ما ایست که یک ما زمانی اکتی یک کشور مستقل زمانی بکنیم که ما متکی به خود باشیم. تشکر وقتی که همچی یک کشور هستیم باید خود در کنار یک قدرتمند بگیریم که تا و آقای مسعود عزیزتان در بحث ما بینید. های عزیز تشکر شما هم تا برنامه بعد شما را به الله بینیاز می‌سپارم.